سلام دوستان عزیزم، این 35مین لایو منه که با همراه شما و دوستان عزیزم میخوام اجرا کنم با جناب آقای سامان خان که قبلش یکی از زیبایی ایشون رو براتون میذارم. من باید هر روزم رو مرور کنم، از خوبی هام تا بدی هام، 30 سال رو برعکس برم، سال به سال دوره کنم دوره کنم، تا برسم به زمانی که هیچ چیز نمیفهمیدم. اون موقع میتونم با الان خودم کنار بیام. راستش تو نقطه ضعف من رو میدونستی، میدونستی با چه چیز خورد میشم. آره، نقطه ضعف من خودمم، من از خودم میترسم. یعنی تموم حس میکنم این آخرین روزای با هم بودنه. خب دوستان عزیزم، من تا مهمانمون تشریف بیارن یه چند کلمه راجع به سازمان خودمون صحبت میکنم. قبل از اینکه صحبت بکنم خواهش میکنم که ما رو و کانال یوتیوب ما رو حتما سابسکرایب کنید و پیگیری بکنید. خیلی مهمه برای ما که این کانال های ما رو شما پیگیری بکنید برای کمک به ما، برای اینکه این برنامه های ما بتونه دوام داشته باشه. خواهش من اینه که تنها کمک شما و همراهی شما اینه که از ما به این صورت حمایت بکنید. کانال های ما رو در یوتیوب، در فیسبوک، در اینستاگرام حتما پیگیری کنید و ما رو همراهی کنید. ممنون میشم علاقتون. سازمان ما، سازمان لاد آر سوسایتی، یک سازمان عامل منفعه است و خیریه است که در راستای ترویج و تجهیز هنر و خلاقیت برای سلامتی فعالیت میکنه. لاد آر سوسایتی با بنیانگذاری خانم تارا وهاب 5 ساله که در شهر کلگری در کانادا در حالت فعالیت و ما در این مدت برنامه و پروژه‌های عمومی متعددی رو ارائه دادیم، از جمله نقاشی‌های دیواری که در سطح شهر کاملا هست مشخصه، کارهای هنری دست جمعی با خانواده‌ها داشتیم مثل بادبادک کشی درست کردن و نقاشی رو اونها. کانال ما فعاله به طور دائمی. تا به امروز ما خدمات این سازمان رو به افرادی که بیشترین بهره رو از این خدمات میتونستن دریافت بکنن به صورت انسان دوستانه ارائه دادیم و حالا با پروژه داستان نویسی 1001 شب معرف هنرمندان و اساتید در خدمت دوستان عزیز هستیم. سلام عرض میکنم خدمت آقای سامان عزیز. سلام خدمت شما آقای وهاب عزیز، دوست داشتنی. خوب هستی؟ قربونت برم عزیزم. شما چطوری؟ خوبین؟ قربونت شما، خیلی خیلی ممنونم. خب چقدر خوشحالم میدیدم که اینترنت دارین شما. چش ندارم. یه چند باری متاسفانه برق رفته، گفتم خدمت برق رفته، مدت این اتفاق نیفته. سامان جان لطف بکنید که خودتون رو معرفی بکنید، ما شروع کنیم لایومون رو، لایو زیبایی که امشب با شما داریم و برنامه‌مون رو اجرا بکنید. خواهش میکنم. قربون شما. من سامان لطفی هستم و اصالتاً گیلانی هستم، از شهر بندر انزلی، یعنی گیلک زبان هستیم و اینکه تقریبا کلا اصلا از بچگی عاشق هنر بودم، یعنی اینکه دوست داشتم، حالا نقاشی، خطاطی، حالا هر چی که بود دوست داشتم و تقریبا از 13 سالگی رو به موسیقی آوردم و تا 17 18 سالگی هم دیگه کارو تقریبا حرفه‌ای تر دنبالش کردم. خب باریکلا، من البته سابقه هنری شما رو از جناب استاد دادبر دارم. بله، از بچگی پیششون کلاس خطاطی میرفتیم، استاد خطاطی هم خواهر من بودن و خیلی سال هستش که نیستن تو ایران، ولی خب گهگداری میان و ما خیلی کم تونستیم ببینیمشون. ولی خب همین تیتل شما رو دیده بودن که امروز به اصطلاح لایو دارین، خیلی تبریک گفتن به من و گفتن اتفاقا من خیلی دوست دارم سامان و سامان از شاگردای من بوده و از آلمان تماس گرفت با هم، خیلی تعریفتو کرد.
محبت دارم به ما. بله استاد ما هستم، بزرگ ما هستن ایشون. بله قربونه دارم سامان جان. قربونه. جان فعالیت های هنری رو از چه وقتی شروع کردی و چه نوع فعالیت های هنری؟ یه البته یه مقدارش رو گفتی ولی میخوام یه واضح تر بگی بیشتر که دوستان متوجه باشن. خب من فعالیت هنری خودم رو بر پایه موسیقی اول کلا شروع کردم و همچنان هم ادامه دادم. حالا درست الان تو کار نریشن یا همون صدا پیشگی و گویندگی هستیم، ولی کلا با موسیقی اول شروع کردیم و توی تقریبا میشه گفت که از 13 سالگی 14 سالگی کم کم رو آوردم. حالا به خاطر به واسطه نوازندگی یک سازی بود یا حالا هر چیزی که شروع کردیم اونجا، و کم کم شروع کردیم به مثلا ترانه نوشتن. حالا اون موقع ما قابلیت خرید یک ترانه رو نداشتیم یا ترانه نویسا خیلی سخت در دسترس بودن و هیچ کس با یک بچه کار نمی کرد. ما خورد خورد برای خودمون نوشتیم و کم کم دیگه رسیدیم بالاتر تا اینکه با دوستان خیلی بزرگی آشنا شدیم که حالا در ادامه اسمشون رو میگم که هنوز هم بنده رو حمایت میکنن، همراه من هستن و مثل یک برادر با من. تا اینکه تقریبا توی 17 18 سالگی دیگه دونستم که موزیک رسمی بدم بیرون و موسیقی رو همینجوری ادامه دادیم با چند تا موزیک و موزیک ویدئو. یکم سخت بود اون دوران کار کردن تو این مسائل، هم از نظر مالی هم از نظر اینکه پخش شدن اینا یکم سخت‌تر بودش. و اینکه تقریبا میشه گفت اگه بخوام بگم از 18 سالگی میشه تقریبا 15 سال پیش ما این کار رو انجام میدادیم، یعنی موزیک میدادیم بیرون. یکم سخت بود کلا ولی خب لذت بخش. با موزیک اولین آلبومی که بستم آلبوم بانوی بارون بود که انقدر که من آلبوم خودم دوست داشتم، خیلی قدیمیه، خیلی دوستش داشتم. اسم مغازه‌ای که حتی بعدها باز کردم و از همونجا امرار معاش میکردیم و کار میکردیم، اسم اونم گذاشتم همون بانوی بارون. خدمتتون عارضم. بعد ما همینجوری کار کردیم تا رسیدیم به 3-4 سال پیش که سر ضبط یکی از موزیکامون به نام خدافزی کردیم. به جای اینکه ما اوج کار رو در نظر بگیریم از خانش استفاده کردیم، یعنی فقط حرف زدیم تو اون تیکه. موزیک پخش شد، خیلی بازخورد خوبی داشت، خوششون اومد، مردم خوششون اومد. ما خودمونم گفتیم آقا کار خوبی بود، هنوز تازه داشت شکل میگرفت این کار نریشن و گویندگی از طریق حالا اینستاگرام یا هر چیزی. ما امتحان کردیم یک بار، دو بار، سه بار، همینجوری کارا رو به صورت فایل های صوتی ضبط کردیم و این کم کم این قضیه همینجوری بزرگتر شد تا رسید به اینجا که حالا ما از طریق همین فضای آنلاین یا هر چیزی ویدئوشو درست میکنیم و پخشش میکنیم، حالا یا مثلا یه سری کارهایی که در کنارش انجام شد. باری کلا خیلی هم کاراتو، چند تا کاراتو دیدم خیلی زیباست. من صفحه اینستاگرام شما رو نگاه کردم دیدم کاراتون یکی از یکی قشنگتره، قصد درد نکنه، خیلی قشنگ. سامان جان کار هنری واقعا چه تأثیری تو سلامتی داشته؟ من یه اعترافی میخوام بکنم، اونم این که واقعا هر وقت که ناراحتم، اصلا افسردم، تو خودمم، اگه تو اون زمان بخوام به اون کار موسیقی خودم، هنری خودم، هر چی که هست، یعنی شاید چون من کار عکاسی هم انجام میدم، کار تصویر برداری هم انجام میدم، حالا به واسطه همین عشق به همین موسیقی اصلا دنبال اینا رفتم که بخوام خودم رو کمتر، بخوام نیازهای خودم رو برطرف کنم. باری کلا آفرین. آره به واسطه هم حالا هر کار هنری که میخواد باشه، مثلا خود به خود که وقتی اون کار رو انجام میدم یه آرامشی بهم دست، سلامت روحی منو حداقل تضمین میکنه تو این قضیه. یعنی تو اون لحظه‌ای که دارم به موسیقی کار میکنم، با موسیقی کار میکنم، عکاسی میکنم، کار ادیت ویدیو هستش، کلا یا یک اثری از من بیرون میاد، یه ویدئویی پخش میشه، حتی همین دکلمه ها یا همین نریشنایی که انجام میشه و میاد بیرون، حتی به واسطه همون چند دقیقه اولش که پخش میشه لبخند رو لبای خودم میاد، خودم خوشحال میشم بابت اون قضیه. واقعا میتونم بگم که هنر بخش اصلی زندگی مردمه، مخصوصا که موسیقی که اصلا باید گفت اولین هستش، باید اینطوری در نظر بگیریم که
مکمل زندگی مردمه. اصلا نمیشه که موسیقی و ساز و آواز و اینا نباشه، چون واقعا اگه نباشن که دیگه کاملا یک نواخ میشه. یاری کرده بس میگی سامان جان، تا حالا چند تا اثر هنری و با چه موضوعاتی داشتی؟ خب من کارای موسیقی خودم، موزیکی که بیرون دادم، تقریبا میشه گفتش که دو تا آلبوم بوده که حالا خیلی قدیمتر بوده، یعنی شاید تو آرشیو خودم هم دیگه اصلا نباشه اینقدر که دیگه قدیمی شده، ولی خب به صورت تک تراک شاید مثلا 30 تا 35 تا موزیک حداقل رسمی دارم پخش شده از من. و اینکه موزیک ویدیو هم چند تایی بوده که اونا هم به واسطه اینکه حالا گرفتن مجوز یا هر چیزی یه مدت ما کارو خوابوندیم و موزیک ویدئویی هم بیرون ندادیم. و این کار دکلمه و نریشن و اینا هم که دیگه آمارش از دستمون در رفته حقیقتا، یعنی نمیدونم حالا 200 تا 300 تا 400 تا چقدر دقیقا، نمیدونم یه رقم درستی نمیتونم بگم. و اینکه ما مثلا یکی از چیزهایی که موسیقیایی که ما دادی بودیم بیرون در مورد حادثه پلاسکو بود، چون واقعا حادثه خیلی بدی بود، ناراحت شده بودیم خودمون و یه شوکی بود. من ترانه اون اثر رو ما توی تقریبا فکر کنم با ساخت ملودیش و اینا رو ما توی نصف روز تموم کردیم و بقیه کار رو هم تا ساخته بشه موزیکش و تا تنظیم بشه تا نوازنده بخواد کارش رو انجام بده تقریبا ما این کار رو 2 روزه دادیم بیرون، که اسم کارم هستش آتش به جان. این کار آتش به جان بوده ما دادیم بیرون، که توی پیج خودم هم هستش، یا اینکه اگه بخوان توی گوگل سرچ بکنن یا توی سایت موسیقی هایی هست، یا که اثرهای مختلفی در ژانر حالا عاشقانه یا حالا هر چیزی که توی این پاپ هستش، بیشتر چون کار پاپ انجام میدم و سبک موسیقی های هم یا هاوس هستش یا همون پاپ که اینطوری کار. سامان چیزی داره که برای اون بذاری الان برنامه رو با یکی دوتا از هنرهای زیبات ادامه بدیم؟ از موسیقیش یا نه؟ اگه موسیقی باشه که من میتونم حالا یه دونه کاری خیلی خودم دوستش دارم، ترانش خودم قبلا نوشته بودم سالهای پیت، همونه اجراش بکنم جان؟ میگم هرچی که خودت داری. آره یا اینکه بکنیم چون کارم. آره یکی دوتا از همین دکلمه ها هم براتون میذارم، اونا رو هم میتونیم چیز بکنیم، اجرا بکنیم، اینجا هستش. چون حالا ببخشید به حال من ناچار شدم تو منزل در خدمتتون باشم، چون این وای فای و اینترنت ایران یکم افتضاح بوده این چند وقته تو این 10 روزه و من ناچارم دیگه داخل منزل نشستم، داخل استودیو نشد، یعنی حتما این لایو خوب حتما در خدمتم. با شما صحبت کردم تو استودیو، با تو صحبت کردم، با هم یه چیز دیدم که تو استودیو نشستین، اینا فکر میکردم الان هم تو استودیو باشین. نه نه الان منزل هستم متاسفانه، میگم چون یکم تو این چند وقته یکم به مشکل خورده این اینترنت، حالا اونجا هم نمیدونم نقطه کور داره مشکلش چی هستش، یکم به این مشکل رو برفت. حالا کاری که میخوام براتون اجرا بکنم کار رفیق هستش، من اینو سالیان دور نوشتمش، حالا ما میتونیم بگیم ضربه ای از یه رفیق خوردیم یا شاید مثلا یه رفیق رو از دست دادیم، اتفاقی که افتاد توی دوستی ها همیشه میفته. و من این ترانه رو نوشتم فکر کنم سال 91 90-91 من اینو نوشتم ترانه، حالا من اینو اجراش میکنم. تنم و خستگی پوشونده، آخه تو نیستی کنارم، نیستی که ببینی بعد تو چه حالی دارم، نه تو روز نه تو شب نمیشه که بدونت بخوابم، رفیقم این روزا واسه دیدن تو بدجور بیتابم، واسه دیدن تو بدجور بیتابم، بیخوابی و استرس همیشه همراه همه، حس بد و بد شدن همیشه تو فکرمه، بعد تو مهم نیست با
پشت سرم چی میگن، مثل گذشته نیستم، میفهمی چی کشیدم، تنم و خستگی پوشونده، آخه تو نیستی کنارم، نیستی که ببینی بعد تو چه حالی دارم، نه تو روز نه تو شب نمیشه که بدونت بخوابم، رفیقم این روزا واسه دیدن تو بدجور بیتابم، واسه دیدن تو بدجور بیتابم. شاید که خسته باشم، شاید شکسته باشم، ولی این آرزومه که تو رو داشته باشم، دیگه عوض شدم من، تو نیستی جای تو غم، هنوز تو خونمونه ولی به فکرتم من. آفرین 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 آفرین، خیلی قشنگ، خیلی زیبا، خیلی عالی، دست درد نکنه. این شعرها رو همه خودت گفتی دیگه، بعد موزیک هم خودت میکنی. معمولا حالا یا خودمون می نویسیم یا با یک سری از ترانه‌سرای عزیز کار میکنیم که اونا هم بزرگوارن و ترانه‌هاشون رو در اختیار ما میذارن. حالا یه چند تا کاری هم هست جدیدن ما انجام دادیم، 4-5 تا، حالا تو کارهای مجوزش و اینا رو که بتونیم بگیریم به امید خدا پخش میشه حتما اونا. ان شاء الله به امید خدا. من اتفاقا سوال قدیمی رسیدی که اینجا هست دیگه، تنها چیزی که داشتم میتونم اینجا واسه تو یک دو تا حتما عزیزم، حتما تو آره برنامه رو میتونم براتون پخش کنم. آره حتما این کار رو بکن، تو طول برنامه‌مون، به خاطر که برنامه همچین خوشگم نباشه، مخصوصا با شما که حیفه برنامه رو بخوایم یه تیکه با صحبت ببریم، هنرهای شما رو هم ببینیم، خیلی عالی میشه. من از سوالام الان این بود که آیا شما دوست دارید با هنرمندای دیگه هم همکاری داشته باشین، یا همکاری بکنین باشون، یا اونا با شما باشن؟ چه این حالت بده بستون به اصطلاح هم هنریه هم کاریه، اینو می‌خواستم ببینم شما علاقه به این دارید این کار رو؟ بله، به این اشتراک گذاشتن کارا کنار هم دیگه یا کار کردن کنار هم دیگه خیلی لذت بخشه. من تمام طول زندگیم دوست داشتم یاد بگیرم هر چیزی رو، هر چیزی رو که احساس میکردم درسته باید یاد میگرفتم. حالا مثلا شاید بعضی چیزها رو به ما یاد نمیدادن، ما رو دستشون میدزدیدیم، نگاه میکردیم، چشمی میزدیم حداقل از اونا. ولی آره، در گذشته من با مثلا همکار عزیزی داشتیم، مخصوصا حسین شکری عزیزم که واقعا صدای خیلی خوبی داره، ما در گذشته با هم دیگه کار موسیقی داشتیم، بیرون دادیم. صحبت مال فکر کنم حداقلش سال 87 که میشه 12 سال پیش هستش، با هم دیگه همکاری داشتیم که هنوز که هنوز اون موزیکش دوست دارم و بهش گوش میدم خودم، چون واقعا صدای حسین عزیز رو دوست دارم، نه اینکه صدای خودم رو دوست داشته باشم، نه صدای حسین عزیز رو دوست دارم. بله خیلی من مشتاقم بابت چنین چیزی، دوستانی اگر باشن باشون همکاری میکنم. دوست عزیزم حسن و هوشیار مثلا تو یکی از کاراشون ایشون خونده بودم و من براشون دکلمه کرده بودم، که دوست خیلی عزیز و بزرگواری هستن، همیشه کنار منم بودن، دوستانی بودن که باشون همکاری کردم و همچنان هم مشتاق همکاری هستم. صد در صد بس تو این رابطه، چون برنامه های ما الان طوری شده که دوستان بعد از این برنامه خودشون با هم دیگه جوین میشن و ما یکی از کارهایی که واقعا افتخارمون شده همینه که هنرمندایی رو که تو این برنامه شرکت میکنن یه جورایی به هم دیگه نزدیک کردیم، که بالاخره هم با هم کار میکنن، همینم هم که یه گزارشی هم به ما میدن که ما هم کیف بکنیم ببینیم که بازتاب این عمل ما چی بوده. مخصوصا الان که من دو سه نفر از دوستانمون که ترانه سرا هستن، یکیشون که آقای شعبانی بود، امین شعبانی بود، نمیدونم شما دیدید لایو ما رو با امین که ترانه سرا بود با چند تا بله بله لایو قبلی بودن یا قبل تا یک دو تا فکرام قبل تا بود اگه 8 دلار پیش بود. بله 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 آره. بعد خدمت شما عرض کنم که یک دو تا دیگه هم الان از دوستان هستن که ترانه سرا هستن، ایشون هم
حالا ایشالله تو برنامه بعدی طبق نوبت اون لایوامون میرسه. خیلی خوبه که شما با هم دیگه نزدیک بشین و کار بکنید و باعث افتخار ماست این آشنایی شما دوستان عزیز که با این پروژه همکاری میکنید. ساما جان در حال حاضر چه فعالیتی هستی؟ جان در حال حاضر مشغول چه نوع فعالیتی هستی؟ والا در حال حاضر با دوست عزیزم رضا خوشگفتار عزیز که هم تنظیم کننده و هم صدا بردار کار ما هستن و گذشته از این اصلا برادر بزرگ بنده هستن، خیلی دوست داشتم که ایشون هم باشن، حتی تو استودیو اگر بود که ایشون کنار ما بودن، متاسفانه به خاطر این مشکل اینترنت نشد. در حال حاضر با آقا رضا خوشگفتار بنده کارای ویدئویی انجام میدیم همزمان با همدیگه، و یعنی کارای تصویر برداری، ادیتش و اینجور چیزا، عکاسی، حتی با همدیگه مشترکاً انجام میدیم. یه سری فعالیت های محدودی هم در زمینه حالا همون صدا برداری و اینا هستش که میگم محدود به نسبت اینکه من بخوام کمکی برسونم، چون ایشون کارشون همین. و غیر از اینا هم که یه دونه مغازه داریم ما، فروشگاه هستش که داخل اون فروشگاه برای یه دیگه امرار معاش زندگی اونا اونجا کار. البته اون فروشگاه هم جوری گذاشتیم ما که در خانواده کنار هم باشیم، چون ما در طول روز همدیگه رو نمی‌بینیم، کاملا خانوادگیه و کنار همدیگه هستیم. بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی کار خوبیه. تو هم خانواده کار کردن خیلی کار خوبیه. بله من اصلا من اگه مادر خودم رو یه روز نبینم واقعا دق میکنم، همیشه دوستش دارم، مامان خودم، پدر خودم، انشالله که همیشه سایهشون بالا سر من باشه، حتی خودم همیشه همراه منن، همیشه مشوق منن. حالا گاهی سخت میگرفتن توی گذشته به من که از حالا از زمینه موسیقی یا هر چیزی، چون واقعا اون موقع کسی فکرش نمیکرد که موسیقی بخواد، چون بعد از اینکه یه دهه گذشته بود خیلی سخت بود، کسی هم دوست نداشت که مثلا فرزندش اینا خیلی کم به میرفتن سراغ موسیقی، راه نمیدادن، ولی یکم سخت بود گذشت، ولی همینجوری حمایت هم کردن، همیشه همراه هم بودن، بنابراین کنارشون واقعا واسه من همه چی لذت بخش. آفرین آفرین، باریکالله، واقعا که عالیه. سامان دیدگاهت نسبت به هنر و خلاقیت چیه؟ دیدگاه هم نسبت به هنر و خلاقیت، ببینید نگاه کن، آدم کلن انسان که به خلاق بودن، به خلاقیت زنده است، اصلا نمیشه خلاقیت نباشه و آدم بخواد یعنی یه روتین زندگی بکنه که خیلی بد. خلاصه آدم تو خونه خودش هنرها رو میبینه، همین که یه مادر اولین که میاد آشپزی میکنه برای آدم یکی از هنرهاست، همین کاری که میکنه، بله، بله. یا این همین چیزی که نوشته میشه، آدم می نویسه برای خودش، قدرت همین که نوشتن اینا جزء همین هنره که حتی خیلی ها شاید نتونن همین سواد رو داشته باشن، این واقعا خودش یه هنره، همه چیز کلا زندگی کردن هنره، این که اصلا یه دست جداگانه، ولی هنر رو حالا این که بخوایم دیدگاه نسبت به هنر و خلاقیت، این دوتا تلفیق هم دیگه باید با هم دیگه باشن، چون هنر خودش خلق میکنه و خلاقیت هم خودش یه هنره، کنار دست همدیگه معنی میدن با همدیگه. و اینکه کلا کسی هم که اختراع میکنه باز هنرمند، فرقی نمیکنه. ولی کرد خوب بود، تعریفت خیلی خوب بود از هنر. چیزی نداری الان برامون بذاری ببینیم؟ برو الان براتون میذارم حتما. من امروز دیگه میخوام دیگه قشنگ اذیتت بکنم که دیگه دفعه دیگه گفتم بیا لایف بگی، نه بابا دیگه نمیایم. نه این چربی قربونت برم، فقط یکم امکانات ما کمه سر این قضیه. من در ازم دیگه بالاخره لایف دیگه یه کاری. آروم زندگی کن، آدم ها می آیند و می روند، راه برو، قدم بزن، نگاه کن، بشنو، نفس بکش. این روزها کمی آرامش برای خود در نظر بگیر. تنها خودمان برای خودمان مانده ایم. ناراحت نباش،
این روزها هم تمام می شود، اما تو آرام زندگی کن، سرت رو بالا بگیر و تا می توانی خودت باش. تو همین شهر به دنیا اومدم، تو یکی از خونه هاش زندگی کردم، تو همین کوچه هاش بازی کردم، تو همین مدرسه هاش درس خوندم، تو همین اتاقا آرزوهامو کنار هم چیدم، تو همین خیابوناش بزرگ شدم، همین جاها بلند بلند خندیدم، گاهی حتی گریه کردم، یه روزی هم عاشق شدم، یک روز هم باختن رو تجربه کردم، ولی باز همینجا زندگی ساختم و حالا تو همین شهر تنها، تنها‌تر از هر وقتی که فکرش رو کردم. هرگاه از شدت تنهایی هوس اعتمادی دوباره می کنم، خنجر خیانتی که در پشتم فرو رفته رو در می آورم، می بوسمش، نمکش می زنم و باز سر جای خود فرو می برم. از قول من با آن لعنتی بگویید، خیالش رفت، من دیوانه هنوز به خنجرش وفاداره. حتی فکرشم نمیشه انار دار تا میام نبخشمه به چی آدم میام میدونی حق با من از قبل بر نجام وقتی اصرارم بهش چیزی رو از نکم. خب یه چند تایی حالا مطمئن گذاشتیم برای حالا بازم پس اگر دوست داشته باشین حتما میذارم. خیلی در مورد این ویدوها بگم، این ویدوها رو آقا رضا خوشگفتار همراه من هستن و همیشه درست میکنن با ما، تمام زحمت ها گردن ایشونه، حتی ادیتش و هر چیزی که هست زحمت همه گردن ایشونه. در مورد آقا رضا خوشگفتار بگم که اگه آشنا با ایشون اگر آشنا نمیشدم واقعا شاید هیچ موقع به همین جایی که الان هم هستم نمیرسیدم. آفرین با آقا رضا، آفرین به شما، قربون شما، براتون بشم. ایشون خیلی هم مشوق خوب، هم همکار خوب، هم دوست خوب، هم برادر خوب، یعنی واقعا من چون تک پسرم برادر ندارم، واقعا مثل یه برادر کنار منه. قنده خیلی اینطور. سامان جان، توصیت برای هنرمندانی که هنوز حرفه‌ای نشدن یا در راه هنر هستن چی عزیزم؟ خب توصیه‌ای که میتونم بکنم اینه که من خودم به شخص هر روز دنبال یه چیز جدیدتر، دوست دارم یه چیز جدیدتر یاد بگیرم، دوست دارم کارم رو وسعت بدم، یه جوری باشم که هر روز بهتر از دیروز خودم باشم. من توصیه هم اینه که اگر نمیخوان حرفه‌ای بکنن کار خودشونو، که اصلا دنبال اون چیز نه، چون اینجا در مورد مثلا ورزش روزانه خب صحبت نمی کنیم که بخوایم یه کاری رو بریم انجام بدیم، بگیم اون نرمش صبحگاهیه، ما حالا میریم نرمش، نمیخوایم بریم قهرمان بشیم که بخوایم چیز بکنیم، بریم یه دوتا نرمش میکنیم میایم. اگر دوست دارن هنرمند بشن و اگر کاری به صورت رسمی میخوان بدن بیرون، باید دنبالش رو بگیرن، باید برن دنبال حرفه، برن کلاسشون رو برن. حالا بعضی ذاتن استعداد خیلی خوبی دارن، ولی خب باز به یه همراهی، به یه چیز خوب احتیاج دارن، باید اینو مسیرشون رو پیش ببرن تا برسن به یه. در کل این که به نظر من اگر قرار نباشه که کاری رو حرفه‌ای بخوان دنبال بکنن، حتی درس خوندنشون، حتی راه رفتنشون، حتی هر چیزشون الکی، باید حرفه‌ای باشه این کار، باید درست انجام بشه، باید روی اصول انجام بشه.
نقص هنر که بایستی حتما اصول خودش رو رعایت. تو طول روز چقدر کار میکنی؟ کار برای هنری چیزی؟ یا نه کار نه چی؟ تو هنری. کار هنری والا اگر تو روزی که ما بخوایم یه موزیکی رو مثلا داریم پیش میبریم، حالا میشه بعضی وقتا شاید مثلا تو یک ماه هم مثلا یک موزیک طول میکشه، بعضی وقتا اینقدر حساسیت آدم به خرج میده. اگه بخواد اون باشه معمولا دیگه بایستی 4 ساعت 5 ساعت 6 ساعت رو بایستی حتما پای اون کار نشست، باید کار کرد. ولی اگر در حالت نرمال بخواد باشه، معمولا که ما کلا که کارمون با موسیقی، یعنی که حالا من کار من نباشه کار دوستان هست، حالا یا شنواییش هست با ما، یعنی که داریم میبینیم ازشون یه چیزی داریم یاد میگیریم اونجا، چون اساتید خوبی هم دور بر ما هستن، نوازنده های خیلی خوبی هستن و ما سعی میکنیم همیشه ازشون یه چیزی یاد بگیریم. در طول روز معمولا دیگه میگم تقریبا 5 ساعت 6 ساعت به صورت روتین تکراری ما این کار رو داریم، یعنی روزانه 5 تا 6 ساعت واقعا توی موسیقی هست. سازی که می نوازی شما چیه؟ من سازی که میزنم، البته خیلی وقت ما دیگه دست به ساز نشدیم که بخوایم ساز بزنیم، ولی در گذشته گیتار بودش، گیتار اسپانیش بنده استفاده می کردم، نوازندگی می کردم، البته نه تا اون حدود، ولی بیشتر دف. و اخیرا هم میخواستیم ما یه کلاس ستار رفته بودیم نشسته بودیم که به دلیل مشغله کاری و گرفتاری و اینا نتونستیم حالا زیاد پیش ببریم، ولی خب به شخص عاشق صدای ستاره است، سام تا حدودی هم میتونم نوازم بشم. باریکلا. نه استعدادت خیلی خوبه، تو خیلی کاراتو دیدم، خیلی قشنگی کارات. چه اشخاصی بهترین تأثیر رو در شروع و دوام هنر برای شما داشتن؟ من برای شروع هنر که اصلا میتونم بگم مادرم، چون من بچه که بودم همیشه موقع خوابم مادر من یه دونه کاست ضبط کردن کاست کوچیک داشتیم، آهنگ امید که سرتو بذار روشونم رو همیشه برامون میذاشت، من و خواهرم. خونه اون موقع ویلایی بود و اینکه مثلا اتاقا بزرگ و اینا، ما بچه بودیم میترسیدیم حالا موقع خوابمون، مادر من همیشه اون چیزو که میذاشت من آرامش میگرفتم، حالا کاملا دوران بچگی خود، تا اینکه کم کم بزرگتر شدم واقعا دوست داشتم که حالا شاید همون صداهایی که تو بچگی میشیدم و یکی از چیزایی که شاید بگم مامانم یکم حساس بودیم دستگه، ولی خب مامان واقعا صدای خیلی خوب و همیشه خونه میخوندم برای ما، حالا چه گیلکی چه فارسی همیشه میخوندم. و ما اونی که میشنیدیم بیشتر عاشق موسیقی میشدیم، خورد خورد همین قضیه کم کم دوستانی که دور و بر من بودن میدیدم که آقا هر کدوم مثلا یه گیتار در خودشون گرفتن دارن میزنن، و تو بوهبوه این بود که شادمهر داره آهنگ میده بیرون، همم شادمهر رو دوست داشتن که هنوزم هم ما هم گوش میدادیم و کم کم میگم از همون سنین ما افتادیم توی این موسیقی و شروع کردیم به واسطه آشنایی با همین دوست عزیزم آقا رضا خوشگفتار. بیشترین دلیلی که من تونستم یک ذره موفقیت توی حالا موسیقی یا هر چیزی که توی این زمینه به دست بیارم، بیشترین دلیلش میتونم بگم پدرم بود و مادرم، و پدرم که سختگیریاش که حالا شاید به اصرار این که این کار انجام نشه یا بشه، سختگیریاش باعث شد که من دنباله این کار بیشتر بگیرم و بخوام خودم رو نشون بدم، واقعا ثابت بکنم که من اینو دوست دارم، موسیقی رو. یه جورایی دیگه حیثیتی شد واسه همین قضیه و کاملا دنبالش گرفتم، کاملا پیش بردم که تونستم بیام حالا در راه آشنا شدم با آقا رضا خوشگفتار عزیز، که من هر چقدر تشکر بکنم ازش کمه، چون واقعا همیشه پشت من بود، هوامو داشت. یعنی من از موسیقی چیزی نمیدونستم، حالا چه سولفجش
چه هر نوتخانیش، چه هر چیزی، کم کم منو آشنا کرد، حالا با کلاس ها و اینا کم کم منو کشید بالا. و اینکه میتونم اینو بگم، خانواده خودم و یک سری از دوستان خاص خودم خیلی تاثیر مستقیمی روی کار هنریم داشت. خیلی خوب شد و من فکر کنم که از همینجا باید آقا رضا رو دعوت کنم واسه یه لایو اینجا. خیلی تعریف کردی. بله چون واقعا استاد ما هست. آره پس من خواهش میکنم از طریق شما، شما خودتون آقا رضا رو دعوت کنید که به یه لایو با ایشون هم داشته باشیم، چون من خیلی دوست دارم که از هنرمندایی که توی کار موزیک هستن، کار موزیک از ساز زدن تا آواز خوندن تا شعر نوشتن، ترانه سرایی کردن، خیلی دوست دارم با این بچه ها زیاد آشنا باشم و کاراشون رو ببینیم و معرفیشون بکنیم، چون کارهاییه که شادی میاره، هرچند که مثلا یه داستان قشنگ هم شما بخونی، یه شعر قشنگ هم داشته باشی، اونها هم شاد میکنه به نوعی، ولی این همگانیه. به خاطر همین مسئله دوست دارم که خیلی با این بچه ها آشنا بشیم و این بچه ها رو تو برنامه همون زیاد داشتی باشیم. حتی من به بچه هایی که رقص میکنن هم بهشون گفتم که بیان، با اینکه من نمیتونم الان توی این برنامه هم ازشون استفاده بکنم که رقص بکنن، ولی همینقدر که به اندازه این که بیان و صحبت بکنن و از هنرشون بگن کافیه، چون هنر تمومی نداره. شاید به قول شما از صبح که بلند میشیم تا آخر شب که میخوابیم همه کارامون به نوعی هنری باشه، ولی خب اون چیزی رو که قرار همه ببینن و ازش استفاده بکنن یه چیز اسپیشیالی باید در بیاد که در حد هنر بتونیم آنچنانی نشونش بدیم. سامان جان باز میرم سر اون سال، یه سال استثنایی دارم دیگه، میدونید اگه میتونستی چه چیزی رو راجع به خودت تغییر میدادی؟ اگه دارای یه قدرت، یک توانی داشتی، چه چیزی رو راجع به خودت تغییر میدادی؟ راجع به خودم و هر کسی خب یه سری ضعف ها داره، یه سری محدودیت ها تو خودش داره، ولی من چیزی که الان هستم و فقط سعی میکردم که یکم زودتر به این چیزها توجه کنم، یعنی چیزهایی که الان برام مهمه اگه میتونستم خودم رو تغییر بدم، چیز بکنم، یه ذره ذهن خودم رو بازتر میکردم، زودتر میتونستم تغییر بدم خودم، وگرنه از طریقه زندگیم هر چی که هست من سعی میکنم چون از زندگیم لذت ببرم، حالا از هر ثانیه زندگیم لذت ببرم. حالا میخواد بگه بحثی میخواد بشه، هر چی هم میخواد بشه، باید از اون بحثش هم لذت برد. حالا اگه بجا باشه، اگر نباشه، آدم سعی میکنه مثلا اونو چیز کنسلش کنه، کوتاهش کنه. و من به شخصه چیزی برای تغییر دادن تو خودم سعی میکردم خودمو مهربون تر کنم، هر چی که هستم، هر چقدرم که اگر مهربون بخوام باشم، سعی میکردم باز از اینم که هستم مهربون تر بشم، بتونم به 4 نفر دیگه کمک کنم، توی جامعه خودم، توی زندگی خودم، به دوروبریای خودم. برکله. برکله. اینو من بیشتر من نظرمه، وگرنه اینکه و هم تو خودم هم تو دیگران، چون بعضیا فقدان مهربانی دارن کلا مثلا توشون نیست، حالا شاید در گذشتهشون اتفاقی افتاده، چون ما هیچ وقت نباید کسی رو قضاوت بکنیم، چرا تو گذشتهشون اتفاقی افتاده، ولی من اگه میتونستم فقط همین گزینه رو به مردم اضافه می‌کردم، به خودم و به بقیه همین. باری کردم. ببینم آیا کارا شما توی فضاهای آنلاین یا مثلا فضای مجازی هم هست، کجاها هست که دوستان اگه خواستن ببینن یا بیشتر دسترسی به کارهای شما داشته باشن کجا میتونن مراجعه کنن؟ موزیک ها یا دکلمه های ما که اولا که حالا تا زمانی که این اینستاگرام بخواد برقرار باشه، وجود داشته باشه، حالا اگر فیلترینگ نشه، هر چیزی نشه، فعلا توی همین صفحه خودم سامان لطفی آفیشیال هستش، از اینجا میتونن بازدید بکنن.
میذاریم هر چند سری که کاری بیرون بیاد، هر چیزی بخواد باشه، هر اثری بخواد باشه، از اینجا پخش میشه. در گذشته هم ما سایت هایی داشتیم، سامان لطفی میوزیک بود یا هر چیزی که، حالا یه ذره سخت بود رسیدن به سایت ها و مدیریتشون اینا، ما اونا رو دیگه بستیم. ولی اگر موزیکان باشه یا هر چیزی، میتونن از طریق همین گوگل اسم منم حتی بخوان سرچ بکنن، میاد موسیقی ها همه میاد، تو سایت های مختلف وجود داره، تو هر سایتی که فکر کنم در زمینه موسیقی باشه هستش، موزیک هم هست. و اخیرا هم داخل یوتیوب هم شروع کردم و موزیک ها و دکلم ها اینا رو شیر میکنم اونجا که بتونم من. ببینم اگه کار دوبلاژ هم باشه انجام میدی؟ کار دوبلاژ خیلی دوست دارم. آره کار دوبلاژ واقعا دوست دارم و یه چند تایی هم حالا همینجوری برای مثلا کارهای نمونه، یا حالا مثلا آنونسی بوده، یا شاید مثلا تریلری بوده، یه تیزری بوده، یه چیزی بوده کار کردیم. بله یه چند نمونه اونطوری هم کار کردیم، بیشتر کار تبلیغاتی بوده، ولی در کل آره کار دوبلاژ واقعا دوست دارم و بهشون هم واقعا احترام میذارم، چون 100% از من بهترن همشون و واقعا صداشون هم بی نظیره. چون صدا تو یک دو تا از این دوستان شنیده بودم، فکر میکنم که به زودی با ارتباط برقرار بکنن برای کار دوبلاژ. قربون شما، باعث افتخاره برای یکی از افتخارات ما اینه که همینجوری بچه ها رو با هم یه جایندشون میکنیم. آره همین برقراری ارتباط شما بهترینه برای ما. بزرگترین افتخار برای من آشنایی با شما بود. آقای وهاب قربونت برم عزیزم، اصلا صورت شما واقعا انرژی میده، مخصوصا لبخندتون اینا، این یه حس آرامش خیلی خوبی به آدم. قربونت برم عزیزم. حالا من قبل از اینکه بخوایم حالا چیز بکنیم، یه ذره کوچولو در مورد انزلی خودمون بگم. بگو عزیزم. انزلی و انزلی چی بودنش دیگه. من نداریم که مال انزلی باشه و تعصبی روی این شهر نداشته باشه. متاسفانه یک کم بیمهری زیاده نسبت به شهر ما. هنرمندای خیلی زیادی تو این شهرن. هنرمندای خیلی زیاد و به نامی از این شهر خروج کردن. حالا به هر کس تونست از اینجا دل بکنه موفق شد. هر کس اینجا موند، حالا 50-50 تونست نتونست، ولی خب یکم نسبت به کلن بندر انزلی یکم بیمهری ها زیاده. حالا چه خود انزلی، چه تیم ملوانش، یه سری کمکاری ها توش انجام شد که متاسفانه یکی از تیمای ریشه دار ایران به لیگ یک رفت، الان هم در اتفاق ممکنه بیفته که بره توی لیگ دو. خیلی ناراحت کننده است، چون واقعا یکی از جذابیت های مردم یه سرگرمی هاشون همین فوتبالشون بود. ما ورزشکاره خیلی بزرگی تو این شهر داریم که یکی از همین عزیزان آقای کمال مسافری عزیز، استاد بوکس بنده هم بودن، توی یکی از همین ویدیوهایی که پخش کردیم اتفاقا یه چند نفری بودن، ایشون به حضور داشتن و ما افتخار اینو دادن که توی اون ویدیو باشن. ما شهر بندر انزلی واقعا چه از نظر موسیقی و هنر، چه از نظر ورزشی، واقعا تو سطح بالایی هستش. البته بود خیلی بیشتر بود، الان دیگه متواری شدن تقریبا هر کی که اینجا بوده متواری شد. امیدوارم که یه ذره اهمیت بیشتری فقط به این شهر ما بدن، چون واقعا شهر مظلومیه. فقط اینطوری بهتون بگم، توی یکی از ویدوها صحنه‌ای از خود شهر رو من نشون دادم خدمت، دیدم گمرکش و دریا و بندر و اینا، خیلی جای زیباییه، منتها کمترین کار براش انجام میشه. تعداد خیلی زیادی هنرمند داره اونجا. خطه شمال تعداد خیلی زیادی هنرمند داره و من واقعا خیلی خوشحالم و خیلی هم تعجب کردم که اینا کجا بودن، چرا نمایون نیستن، چرا جلو چشم نیستن، همشون پنهانن. متاسفانه فقط به خاطر اگه هنرمندم میخوان باشن، باید میدونید که ایران چجوری شده، باید یک چیپ پر پول داشته باشی
من که خودم رو یه هنرمند معمولی میدونم، اصلا خودم رو حتی مثالم نمیزنم تو این قضیه. خیلی آدم دوستانی هستن که خیلی قوی تر از ما کار میکنن و اصلا دیده نمیشن. من یادمه که ما یک بار داشتیم با یکی اسپانسری داشتیم توی تهران صحبت میکردیم و برگشتیم گفتیم که مثلا اگر ما بخوایم، حالا من بودم و یکی دیگر دوستان چندین سال پیش، گفتیم که ما مثلا دنبال اسپانسر میگردیم و موزیکا رو گوش داد و گفتش خیلی خوبه، عالیه، ولی ما برای شما کار نمیکنیم. پرسیدیم که چرا با اینا، گفتش که انقدر آدم تو تهران هست که ما به شهرستان دیگه نمیرسیم. ما اگه میخوایم کار، نه که بخوام جبهه بخوام بگیرم روی چنین قضیه، نه، حق داشتن. من باید کسی رو توی شمال داشته باشم که هوای من و امثال من رو داشته باشه. اگر روزی من به خودم بخوام به شخصه به جایی برسم، سعی میکنم که هنرمندای این شهر رو دستشون رو بگیرم، هنرمندایی که واقعا هنرمندن، یعنی اینکه کسایی که ادعاشو داشته باشن نه، کسایی که واقعا هنرمندن. من اگه روزی به جایی برسم این کار انجام، چون ما خیلی زیاد داریم، خیلی خیلی زیادن. یعنی شاید یکی از کسایی که واقعا صداش مثلا خیلی احساسی و ما تقریبا تو یک محله با اختلاف هم خونه پدریشون اینجا هستش، پویای عزیز هستش که واقعا جز خواننده‌های خیلی خوبه کشورم هستن. واقعا افسوس داره این صحبت که شما کردین، اگر میخواید که واقعا موفق باشید در تهران باشی، چون من فکر نمی کنم که اون مملکت همچین تافته جدا بافته داشته باشه شهراش نسبت به همدیگه. یعنی تهران هیچ به اصطلاح برتری نسبت به مثلا انزلی نداره. به غیر صحبت سر جبهه‌گیری این قضیه نبود، گفتم نمیخوام جبهه هم بگیرم مثلا بابت این قضیه. میگم کمکاری از ماست، کمکاری از ماه که حتی شما اگه یک گیلانی باشی داخل تهران باشی، سعی میکنی دست گیلانی رو نگی. شاید تو مثالش تو غربت هم همین شکلی باشه، کمتر کسی پیدا میشه که توی غربت، یعنی مثلا توی کشورهای دیگه، منظور غربت اینو میگم، کشورهای دیگه زندگی بکنه و هوای یک دوست و یک رفیق و یک ایرانی دیگر رو بخواد داشته. شاید در سالهای گذشته الان جدیدن یک کم این عقایدشون برگشته و شاید یکم بهتر شد، ولی خیلی ها اینجوری نارو خوردن تو زندگیشون. میگم یک گیلانی یکم همیشه یکم حقش خورده میشه، حالا مخصوصا مال خود انزلی، که اگر دوستانی که موفقم شدن از این شهر، کسایی بودن که از این شهر رفتن، تو این شهر نه، تو این شهر نتونستن هیچ موقع به شخصی اینجا موفق بشن. دوستان بزرگی هم داریم مثل آقای میلاد کیمرام عزیز که جزو بازیگرای خیلی خوب کشورمونه، از دوستان قدیمی ما هستن و امثال هم خیلی کسای دیگه، یا مثلا اخیراً هم که آقای سیروس گرجستانی فوت شدن، ایشون هم مال همین جا بوده. متاسفانه در حق اگه میگم اینجا بخواد کسی باشه، تو این شهر بخواد باشه، یکم در حقش بیمنیم، یکم امکانات هم کمه، امکاناتش هم واقعا کمه، چون نرسیدن به شهر. یعنی اینکه شما اگه یک زمان یک خلاقیتی هم داشته باشی اینجا جلو پیش بشه. متاسفم واقعا، باز تاسفه. ولی خب ما عاشقانه خالصانه همیشه این شهر رو دوست داریم با تمام بدی، با تمام خوبی، یه تعصب خاصی هم. بله باید هم این کار بکنیم، باید هم دوست داشته باشیم. اونجا زادگاهه، اونجا مادره، اونجا همه چیزه. متاسفم که ما دور هستیم از اون زادگاه خودمون، ولی خب بالاخره همین اتفاقات دائما در حال افتادنه. من اما سوالی که میخواستم ازت بکنم همین بود که تقریبا جواب دادی، این بود که سوالم اگر که میتونستی چه کاری برای دیگران میکردی، چه چیز رو برای دیگران تغییر میدادی، که تقریبا گفتی که چه کار میکردی. کلن در رابطه با کار خودت دیگه چه نظری، چه چیزی هستش که دوست داری راجبش صحبت کنی؟ کار ما که الان بیشتر شده تقریبا توی محدوده همین اینستاگرام، اگر نه بایستی شما وارد رادیو تلویزیون بشین، یعنی برید توی مخصوصا رادیو کار بکنید، یا این کتابی تو امور دوبلاژ برید کار بکنید. کار ما تقریبا خلاصه میشه به همین قضیه. ولی خب ما تو کار خودمون
الان سعی کردیم یک سری سناریوهای دیگر رو اضافه بکنیم، داستان سازی میکنیم و از دوستان اخیرا داریم، الان از دوستان تئاتری خودمون، کسایی که به نام هستن تو این شهر و متاسفانه همیشه بازم مورد کم لطفی دیگران قرار میگن، داریم استفاده میکنیم. از کارگردانای خوبی تو این شهر هستن، از اونا میخوایم استفاده بکنیم، به امید خدا فیلم نامه داشته باشیم و یک سناریو خوب پیش ببریم از این به بعد، که بشه به تقریبا، اگر چون ما کارامون رو همیشه به صورت 1 دقیقه آماده میکنیم، بتونیم یک فیلم کوتاه، حالا هر چیزی که هست قطعه به قطعه میریم به جلو در مورد هر موضوعی انجام میدیم. حالا میگم سعی میکنم پیشرفت بکنم، امروز که اینجا من به شما قول میدم که اگر 10 سال دیگه این نباشم، مسیر که مسیری که انتخاب کردم جز عشق و علاقه منه، اصلا دنبال این نیستم که بخوام درصدی توش حالا مثلا درآمدی داشته باشم که خیلی هم خرج کردم توش، یعنی هر چی که داشتم و نداشتم خودم گذاشتم تو همین زمینه که بتونم پیش ببرم. مثلا ما برای کار، میگم برای کار مثلا تصویر برداریمون، به خاطر اینکه خیلی سخت بودش که ما بخوایم یه کیپی رو جمع بکنیم بریم کار تصویر برداری انجام بدیم، حالا با هر نوع کاری شد، زحمتی شد، ما تقریبا وسایل خودمون رو می‌خریدیم و می‌ذاشتیم یه گوشه، از اینا استفاده می‌کردیم. سعی می‌کردیم این خودکفایی برسیم، روز به روزم داریم این قضیه رو بهتر می‌کنیم. الان اخیرا هم سعی کردیم حالا به دوستان دیگه هم یه ذره کمک بکنیم، کار اونا رو هم پیش ببریم که اونا هم بتونن حالا از ما که چیزی که داریم استفاده می‌کنیم در اختیار دیگران هم بذاریم این قضیه. دستتون درد نکنه، واقعا لطف بزرگی میکنید در رابطه با هنر و هنرمند اگر که این کار بکنید. و چقدر خوبه که همدلی داشته باشین با هم، چقدر خوبه، واقعا این بزرگترین نعمتی که خداوند نصیب یه انسان میکنه که کنار دست انسان بودنش انسانیتش نشون بده و این واقعا بزرگواری یک انسان نشون میده. خیلی کار خوبی میکنید، من فکر نمیکنم که اصلا چیزی از شما کم بکنه، خیلی چیزا رو هم بهتون اضافه میکنه. همین کمکایی که میگید و به هم داشته باشید عالیه، هرچند که من دیدم که کس نخورد پشت من جز ناخن انگشت من، ولی بازم اگه یکی باشه و بیاد اون گوشه رو یه خورده بخارونه، آدم بعدش هم نمیاد که، بالاخره کارش را میفته، زندگیش را میفته. بله همینطوری، الان دوستان ما هم همینطوری بودن، ما خیلی وقتا می‌خواستیم یه موزیکی رو آماده بکنیم، یه چیزی می‌خواسته انجام بشه، یه دکلمه می‌خواسته باشه، خلاصه مثلا دوستانی بودن دور و بر ما اومدن، حالا نوازنده یا هر چیزی، بدون اینکه بخوان پولی دریافت بکنن، بدون هیچ چشم داشتی به ما کمک کردن. ما هم اگر بتونیم روزی به کسی کمک بکنیم، کاری رو بتونیم انجام بدیم، 100% انجام میدیم. حالا نه اینکه بخواد همشهری خودم باشه، اصلا نه چنین چیزی نیست، کسی که کار هنری میکنه ما همیشه سعی میکنیم بهش کمک بکنیم. حتی همین آقا رضا خوشگفتار ما مثلا گاهی اصلا با کمترین قیمت ممکن، با کمترین پولی که میتونسته بگیره کار انجام داده، یعنی اصلا شاید اصلا پولم نگرفته و کار انجام داده واسه کسی. چون بعضی به قول عشق دیگه، این تثبیت عشقه، وقتی عاشق شدی در راه عشق سردادنه، گاهی اوقات سردادنه، اینه که باریکله، آفرین. شما جان یه 5 دقیقه وقت داریم تا پایان لایومون. آخرین سوالم اینه که نظرت را نسبت به برنامه های ما و اینکه واقعا چه تأثیری تو فعالیت دیگران میتونه داشته باشه این برنامه های ما رو، اگر که امکان داره اون چیزی که نظر خودت برنامه بگی. من والا نظرم اینه که واقعا برنامه خوبی داریم و مخصوصا این لایو ها، که چون اینکه این آدما رو بخوای آدما رو بخوایم کنار هم دیگه تایمشون رو مچ بکنیم و بعد بیاریم تو یک جا کنار هم باشن سخته، ولی این قضیه لایو یه ایده خیلی خوبیه که شما انجام دادین و این کار رو پیش بردید و من دنبال میکنم کاراتون رو میبینم و کاملا دارم میبینم که مثلا هنرمندان خیلی بزرگی، چند تا شاعر من دیدم و کارهای چند تا هنرمندای موزیسین دیدم داشتن باهاشون مصاحبه کردید و گفتگو داشتیم و
واقعا شنیدم. حالا اگه خود لایوم نرسم بعدا حتما توی صفحتون میرم اونجا نگاه میکنم حتما این گفتگوها رو. واقعا لذت بخش، دست شما درد نکنه، شما خیلی دارید زحمت میکشید بابت این گفتگوها و اینکه تقریبا میشه گفت همه ما رو دارید به همدیگه نزدیکتر میکنید و کمک بزرگیه واقعا. خیلی خوشحالم از اینکه این نظریات شما رو همه رو مثبت میدونم توی این برنامه و ازتون خواهش میکنم که توی شناسایی دوستانتون به من کمک کنید که من اونا رو معرفی بکنم. اگه دوستان هنرمندی دارید که واقعا میدونید که در حد این هستن که مطرح بشن، حیف این که مطرح نشن، دیده نشن، و من از شما خواهش میکنم هر کدوم از دوستانتون رو که واقعا میدونید در این مسئله هنری هستن، تو هر زمینه هستن، یا من رو بهشون معرفی کنید که من باشون تماس بگیرم، یا اونا رو به من معرفی کنید که اونا با من تماس بگیرن، و این بزرگترین کاریه که میتونیم تو این راه به من بکنید. در اون طرف هم من از شما خواهش میکنم که با اون امکانات هنری که دارید به دوستان بگید که کانال های یوتیوب، تلگرام، فیسبوک ما رو پیگیری کنن، مخصوصا کانال Loud Art Society رو که اسپانسر ما هستش، اون رو حتما ببینن. و تو این زمین تنها کمکی که من از شما دوستانم میخوام همینه که فقط خداتون رو با من معرفی کنید. من میخوام شماها رو بیشتر بشناسم. باعث افتخارمه که بچه های کشورم رو به همه دنیا نشون بدم. من امیدوارم که بتونم این کتاب رو به آخر برسونم و نام 1001 هنرمند رو با داستانهاشون توی این کتاب داشته باشم، هرچند که همین الان به صورت صوتی و تصویری به وسیله این لایف ها من این کتاب رو دارم می نویسمش همینجوری با خودتون. سامان جان اگه حرفی چیزی دارید که بفرمایید، وگرنه که آخر برنامه است دیگه، من در خدمتتون هستم. قربون شما، من خیلی خوشحال شدم آقای وهاب عزیز، خیلی افتخار بزرگی نصیب من شد و از همصحبتی با شما واقعا لذت بردم. ممنونم از آقای دادور عزیز، ممنونم از خانواده خودم، از مادر خودم که همیشه حمایت هم کرده و همراه من بوده، ممنونم از دوستای گلم و ممنونم از تمام بینندگان شما. فراتون میشم انشالله که در ادامه مسیر کاملا موفق باشید، هر زمان هر کمکی هم باشه ما هستیم. قربونت برم عزیزم، خیلی ممنونم، به خدای بزرگ میسپارمت. و البته اینو بهت بگم که من بازم باهات کار دارم و لایو های دیگه هم باهات دارم، اذیتت میخوام بکنم. خیلی خوشحال شدم که اومدی، واقعا لطف کردی که اومدی، ممنونم ازت عزیزم. یک دونه تشکر از دوستان عزیزم که توی این لایو ما رو همراهی کردن، خیلی ممنونم، یک دونه تشکر میکنم و به خدای بزرگ میسپارمتون تا روز پنجشنبه که لایوی داریم با استاد بزرگمون جناب آقای عارف تبریزی که ایشون هم یکی از شاعرای بزرگ هستن، و خوشحال میشم که هممون دور هم باز بشینیم این لایو رو نگاه کنیم. شما رو همه رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.